سلام فقط به کانال انیمیشن وی خوش اومده. توی این ویدیو میخوایم بریم سراغ انیمیشن خفن و جذابه که کنسل شدن، یه مدت پخش میشدن بوده کنسل میشن به دلیل مختلفه، که توی این ویدیو میخوایم بریم سراغشون دماش حرف بزنیم و اینکه چرا کنسل شدن، دلشون چی بوده. پس بریم سراغ ویدیو، فقط لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. ویدیو متلی بزن بریم. انیمیشن اول جاستیس لیگ اکشن، لیگ عدالت اکشن، که در مورد لیگ عدالت و بتمن و سوپرمن و بقیه قهرمان هاست، واندر وومن، گرین ارو، این همه قهرمان تو انیمیشن بود. و اون اول که پخش میشد کامل نبود، یه چند تا قسمه بود که خیلی کوتاه بودن، در حد 1 دقیقه اونا پخش میشدن و دیگه انیمیشن تموم میشد. همین اون موقع اینطوری بود، اما بعد انیمیشن کاملش هم میاد، قسمت کامل در حد 15 دقیقه و خیلی خوب بود. انیمیشن خوب و قوی بود، فان بود، کمدی بود، یه عالمه چیز داشت و کامل بود جورایی. اما بعدن خوب اینو کنسل میکنن، تو سال 2016 میاد، تو همون سال 2016 تموم میشه و کنسل میشه. حالا چرا کنسلش کردن؟ دلیلش چی بود که باز یک فصل هم تو همون سال که داشته شروع میشده تموم میشه؟ چرا؟ ممکن به خاطر انیمیشن تایتان هجوم پیش بشه، چون میگن انیمیشن از DC از کامیک DC میاد و الان خوب انیمیشن داره تایتان هجوم پیش که میتونیم ببینیم، خیلی جدی نیستن، فان خیلی فان، اونو میارن و پوشش میدن و انتخاب میکنن. اینجا میگن بین انیمیشن تایتان هجوم پیش و لیگ دل اکشن کدوم انتخاب کنن و دیگه اونو میذارن کنار، میذارن کنار و دیگه حسش میکنن انیمیشن تایتان هجوم پیش میره جلو، اون ادامه میدن. لیگ دل اکشن رو قربانی میکنن تو انیمیشن تایتان هجوم پیش بره جلو و رقیب نداشته باشه، اونطوری انیمیشن اونطوری نباشه، اون میره جلو و کارش هم خوب میگیره و موفق میشه و انیمیشن اینطوری میمیره. انیمیشن خوب بعدی که اونم کنسل شد در مورد یک دونه بر قهرمانیه، اما DC نیست، مارول. انیمیشن تو قامجیان قوی ترین قهرمان زمین، که انیمیشن خوب بود، قوی بود. اونجا ما میتونیم قهرمان مختلف ببینیم، مرد هانی، هالک، مردن کبوتی، وولورین، اسکالن که همون مرد مورچه و نگهبان کهکشان، یالم قهرمان تو انیمیشن هست. این انیمیشن تو سال 2010 شروع شد، تو فصل داره، در کل 52 قسمت، انیمیشن خوبیه، جذابه، اما کنسل میشه، خیلی عجیبه. اینو خب پخش میکردن و قسمتاش 22 دقیقه‌ای بود و بعضیش 5 دقیقه، اینطوری بود، پخش میشه و خوب بود. دو تا فصل داره و تو دو سال تموم میشه، از سال 2010 تا سال 2012. این عجیبه، در که میخواستن فصل سوم بسازن، فصل سوم برنامه‌ریزی کردن اما یو کنسل میشه. چرا؟ چون شبکه که انیمیشن پخش میکنه نمیخواد که انیمیشن با انیمیشن جدیدش رقابت کنه، کنم در مورد انتقام جیانه، نمیخواد یک انیمیشن جدید میاد در مورد انتقام جیان به اسم انتقام جیان اسمبل، یعنی جمع شدن اون انیمیشن خوب داره میاد و میگن که خب انیمیشن داره میاد، یعنی میشم که هست و میخوان که فصل سومش بسازن و یه جوری رقابت ایجاد میشه و عجیبه دیگه، خانه و خیلی راه انیمیشن حس میکنن. انیمیشن بعدی تایتان و جوانه، نه تایتان و جون به پیش، این تایتان کلاسیکه، همون اصلی که انیمیشنشو ساختن و آرتیستای خیلی خوبی داشته، انیمیشن خوبی بود اما جدی بوده. اون موقع پخش میشد، از سال 2003 شروع شد، سال 2006 هم تموم شد، 3 سال پخش شد، تو این 3 سال 5 تا فصل داشت، درک رو 65 قسمت که بد نبوده، اما انیمیشن میتونه صدام داشته باشه، میتونه صدام داشته باشه، اما اینطور نشد، در حالی که میخواستن فصل ششم بسازن، فصل ششم داشت میخواستن بسازن، اما بعدن دیگه خود کارتون منصرف میشه و میگه انیمیشن تموم شده، میگه تموم شده، در حالی که میخواستن نظر سنجی کنن و ببینن که طرفدار چی میگه، کلا میخوان انیمیشن داشته باشه، ازش حمایت میکنن که کارتون تور ادامهش بده، اما خب کارتون تور بعدن خودش میاد و انیمیشن کنسل میکنه و خب معلوم نیست که کلا اهمیت داده به اون نظرات، به اون نظر سنجی یا نه. اینطوری بود، خودش میاد سر میگه که انیمیشن تموم شد، تموم شد و دیگه ادامهش رو نمیسازن، اینطوری بود و سال 2006 تموم میشه. بعدن انیمیشن سینما میاد، اون میاد و خب اتفاق خوب بود، اما باز اون دیگه خبر نیست. و انیمیشن تایتان هجوم ریبوت میشه، یک انیمیشن جدید میاد که انیمیشن تایتان هجوم به پیشه، اون میاد که طرفدار قدیمی اصلا خوشو نیومد، اصلا خوشو نیومد که این چیه، واقعا انیمیشن چیه که ساختیم، با انیمیشن که خیلی جدی بود، خیلی خفن بود، این چیه، این که همش شوخیه. طرفدار قدیمی نه تنها انیمیشن دوست داشتن، این حسو داشتن که داره بهشون توهین میشه، هم به خودشون هم به انیمیشن کلاسیک، این حسو داشتن و اینطوری خب دیگه از انیمیشن جدی حمایت نکردن و رفتن. این تیکه که میرن خب ضرره، این شبکه ضرر میکنه که کارتون ترکه این کارو کرد و یکم ضرر کردن، بعدن خب طرفدار جدی میاد، طرفدار جدی میاد و انیمیشن میبینن، اون انیمیشن میره جلو، فصل جدید انیمیشن سینمایی دو تا داره که اونجا به انیمیشن کلاسیک اشاره میشه، این خیلی خوب بود. تو انیمیشن سینما اول که اسمش هست تایتان جوان پیش به سوی سینما، اونجا به انیمیشن قدیم اشاره میشه. تو انیمیشن ما میتونیم ببینیم که یک انیمیشن قوی هست، تایتان جوان که همه مسخرهش میکردن اینجا میاد و از همه عناصر خوبش استفاده میکنه، یک انیمیشن سینما خیلی خفن میسازه، خفن جالب بود و خوب راضی بودن همه ازش، این خیلی خوب بود و به نفع
بهش بود، اما اونجا کار خیلی قشنگ انجام میده، این که احترام میذاره و اشاره میکنه به انیمیشن کلاسیک و اصلی، اشاره میکنه صحنه پس از تیتراژ، اونجا میتونیم ببینیم که تاتون اونجا هستن و اونجا میگن که ما رو پیدا کردیم که دوباره برگردیم، اینو میگن، اونجا انیمیشن تموم میشه و سر یک سال بعدش انیمیشن سینما جدی میاد به اسم تاتون اونجا به پیش علی تاتون جوان، که انیمیشن خیلی خوب بوده، یک کلاسور بزرگ که انیمیشن قدیمی میاد اینجا و زنده میشه، این خیلی خوب بوده، کارتون درگینش خیلی خوبه که احترام میذاره، احترام به انیمیشن قدیمی، اینجا ما میتونیم احترام ببینیم هم به انیمیشن قدیمی هم به طرفداران قدیمی، این کار کارتون خیلی قشنگه، این کواسش هستن به انیمیشن قدیمی، به طرفدارانی که یه زمانی بودن و دوست دارن که خب بازم انیمیشن ببینن که اونطوری باشه، حواسش هستن اون رو زنده میکنه، این کارش خیلی درسته، امیدواریم همینطوری بمونه و تغییر نکنه فعلا، که دید خیلی مثبت داره به این موضوع و همینطوری میخواد بره جلو. خیلی جالبه که بدونید با این انیمیشن تاتون جمع پیش قرار بود فصل 6 می داشته باشه، برای این کنسل شد که میخواستن برای خانم برنامه بسازن، برای خانم میخواستن برنامه بسازن و زورشون به تاتون جان رسیده و اینطوری کنسلش میکنن و میرن سراغ اون برنامه ها. انیمیشن بعدی فلپ جک، انیمیشن فان و خیلی جالبه که مال شبکه کارتون که از سال 2008 تا سال 2010 پخش میشده به مدت 2 سال، که این 2 سال خیلی کمه واقعا برای انیمیشن، انیمیشن هستن که خب 2 سال کافیه، اما جو انیمیشن خیلی کمه براش، در حالی که تو این 2 سال 3 تا فصل داشت، در کار 46 تا قسمت 46 تا قسمت داشت که خب اینم کمه، با بیشتر باشه مثل باب اسفنجی که خیلی دمه داشت و قسمت خیلی زیاد داشت، اینا به همینطوری می بود. تو شبکه جیم جیم ما دیدیم که دوبله شد و خیلی دوبلش فان بود، خیلی جالب بود، ما اونجا این انیمیشن شناختیم و اونجا دیدیمش. حالا چرا ادامه همچین انیمیشن فان این قضیه زود کنسل میشه و دیگه نمیسازن؟ بعضی جا میگن که انیمیشن تموم شده، انیمیشن تموم شده اندد، اینو میگن که خب نمیشه حرفی پشت زد و انیمیشن تموم میشه، به اون پایینش رسیده و خب دیگه تمومه، اون چیزی که میخواسته گفته و دیگه اونجا انیمیشن چیز نداره برای گفتن و کار خودش انجام داده، اون میشه پایان، اما اینجا خب نمیشه گفت چون انیمیشن بوده که میتونه هر لحظه دم داشته باشه و قسمت جدید بیاد، اینطوری بوده و خب دل اصلش اینه که نمیخواستن دیگه بسازن، برای اینکه کلا کارتون موقع داشته عوض میشده، یه شبکه داشته میشده برای کوچیکترها، افراد کوچیک، از دهه جیب اون طرف دیگه کاملا خودشو تغییر میده، یه جور دیگه میشه، اینطور فکر میکنن که خب دهه جیده، همه افرادی که میان جیدن، اون افرادی که قبلا بودن دیگه نمیان، این فکر واقعا الکی و مسخره است، اینطور نباشه، از همون سال 2011-12 تا همین الان خیلی تغییر کرده، خیلی خیلی تغییر و یه چیزی شده، یه قبل از اونو ببینید تا الان دیگه میبینید که چقدر تفاوت داره، این شبکه که برای بزرگترها بود، نه خیلی بزرگتر، برای همه بود، الان خیلی تغییر کرده، بقیه شبکه ها و شرکت ها همونی هستن که همیشه بودن، اما کارتون رو داره تغییر میکنه، اون چیزی که قبلا بوده، اون چیز اصلش رو داره تغییر میده و همین الانش هم داره تغییر میکنه، این خیلی بده. فلپ جک رو برای همین کنسل کردن که برای اون افرادی که داشتن می اومدن و جدید بودن مناسب نیستن، برای افراد کوچکتر مناسب نیست و من خب ردش نمی کنم، یه جوری هست، فرق داره، جور دیگه است و برای اون ممکن که عجیب باشه، خب اوکی، اما دیگه نبا اونو همیشه کنسل کنه چون افراد دیگه هستن که اونو دوست دارن. خب رفقای باحال، دمتون گرم که تا آخر ویدیو همراه من بودید، امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه، این کارتون داره خیلی تغییر میکنه و نمیشه اینجا دمش ویدیو ساختن، اگه بتونم اینجا دیگه میسازم و اگه بخواید یه چیز دیگه بسازم و اونجا کامنت توضیح بدم که داره چه بلا سرش میاد، داره چی کار میکنه، اونجا حتما میسازم. خیلی خیلی ممنون، لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه، تا ویدیوهای بعد خدا نگهدار.